به نام خدا و به عرض سلام شما بیننده یک ساعت خبر از یک هستید. رئیس جمهور کرزی در بیانیه رادیویش به مناسبت آغاز سال تعلیمی در مناطق گرمسیر کشور از طالبان خواست که از دشمنی با آموزش فرزندان کشور دست بکشند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی خطاب به پدران و مادران گفته است کودکان واجد شرایط رفتن به مکتب را چه پسر باشند و یا دختر در مکتب ها شامل کنند. آقای کرزی افزوده که ممکن است در بعض مناطق گرمسیر کشور از اثر تهدید و ممانعت طالبان مکتب ها و مدرسه ها بسته باشند، اما این گونه ممانعت ها به معنی دشمنی شدید با دین، وطن و فرزندان کشور است. تاسی هم دادی وطن بچهان است، حق طالبان چه افغانان دی حقوی تو خطاب کن، ستاسی هم دادی وطن بچهان است، آوائنده مو بالاخره پا هم دی خواب رکده نخبر اولاد او دوتن اولاد تعلیم تا واحد سوی کوشش رو سر بکلی نده چی ده تعلیم های بند کلی زهمدار از ده دی سیمو لدینی علماء و خوبی مشران و آسپینجر و دا غوارم چی رخبل نفوذ آسپینجر تو با پی استفاده ده تعلیبان سر خبری بکلی. کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی دیروز به گونه رسمی به کارش آغاز کرد. عبدالستار سعادت باعث رئیس، ریدا عظیمی باعث معاون و نادر محسینی باعث منشی کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی پس از بجا کردن سوگند وفاداری برگزیده شدند. رئیس کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی میگوید که در کار رسیدگی به شکایت های انتخاباتی این کمیسیون زیر فشار هیچ گروه سیاسی نخواهد رفت. در حالی که ایالات متحده آمریکا 96 میلیارد دلار را در بخش پروژه های بازسازی افغانستان هزینه کرده است، اما راهبرد مشخص برای ریشه‌کن کردن فساد اداری در این کشور وجود ندارد. به گفته بازرس ویژه آمریکا، به دلیل نبود برنامه منظم برای از بین بردن فساد اداری، میلیاردها دلار در بخش بازسازی افغانستان ضایع شده است و به همین علت جامعه جهانی کمک هایشان را به این کشور کاهش داده است. نه دولت ایالات متحده آمریکا و نه دولت افغانستان یک راهکار و برنامه منظم برای ریشه‌کن کردن فساد اداری در افغانستان در 10 سال گذشته داشتند. به گفته بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا، به همین علت میلیاردها دلار در بخش پروژه های بازسازی این کشور ضایع شده است. بر بنیاد یافته های بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا، در یکی از پروژه های بازسازی که 10 میلیارد و 600 میلیون دلار ارزش داشت، 6 میلیارد و 700 میلیون دلار آن سایه و از آن سوی استفاده شده است. ما دریافته ایم که امریکا یک راه برد محکم برای ریشه‌کن کردن فساد اداری در افغانستان نداشته است که بتواند به همان اهداف که امریکا و مردم افغانستان خواهان آن هستند نائل شوند. بررسی هایی که از این بازرس در ماه اگست سال روان میلادی انجام شده است نشان می دهد یک قراردادی که تیل را به نیروهای آمریکایی سالهای متمادی در خوست انتقال می داد 53,000 گیلن تیل را در هر ماه دزدی می کرد. سرانجام پس از آن که بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا این مسئله را به مقام های آمریکایی گزارش دادند، این قراردادی دزدی را در سال 2012 متوقف ساخت. فساد گسترده در افغانستان یک چالش بسیار بزرگ است و سبب شده است که یک تهدید بزرگ در برابر بازسازی افغانستان و برنامه‌های توسعه‌ای شود. از سوی همه داره مبارزه با فساد اداری میگوید که فساد گسترده در همه نهادهای دولتی وجود دارد و ایالات متحده آمریکا نیز در سپردن قراردادها در فساد آغشته است. استراتژی ولی یک کتاب 400 صفحه‌ای نوشته کدن چی باید شده اینجا. امی سیگار که امیر میگه یا اعدام میکنن، یک روز اینا به دفتر ما آمدن گفتن که چی باید شوه. وقتی که پول میتن خب باید بیاین بگوین. وقتی که میگن فساد اداری مهمترین موضوع است، من یک روز به سفیر امریکا گفتم، چند تا سفیرای دیگه هم شیشته بود، که از روزی که مدام این دفتر آمدیم تا حال ندیدیم که یک دو تا سفیر یک دو نفر سکرتیرای شما آمده باشه. مشکل شما چی است؟ ما چی کمک کرده میتونیم؟ اگر آمدن از ما شنیدن چی گفتیم؟ امتکرای خود گرفتن رفتن. بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا در گزارش خود نگاشته است که بیشتر از 60 قراردادی از 600 تا 2400 گیلن تیل را دزدی کرده و در بازار سیاه به فروش رسانیده است.
و خبر اخیر این که اندرس فوک راسموسن دبیر کل ناتو دیروز در بروکسل گفته است که گزینه عمله نظامی بر سوریه باید حفظ شود. وی افزوده است که از توافق آمریکا و روسیه برای از بین بردن جنگ افزار کیمیایی استقبال می کند، اما گزینه نظامی برای روند سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است. راسموسن می گوید شک وجود ندارد که حکومت سوریه عامل اصلی عمله کیمیایی 21 مای آگوست در نزدیک دمشق است که در آن 1400 نفر کشته شدند. اما بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دست داشتن نیروهایش در این عمله را رد کرده است. از توجهتان به خبرهای این ساعت سپاسگزارم. شاد و موفق باشید.